دنیای پر از رنگ هدیه پس از من دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش خاکستری شده است. او روزانه در حال با رنگ‌های رنگارنگ نقاشی می‌کند که پس از بسته شدن درب مکاتب برای دختران از سوی طالبان زندگیش رنگ باخته است. هدیه برای رهایی از فشارهای روانی و بیرون شدن از چهار دیواری خانه مدتی است که نقاشی می‌کند. او می‌گوید که با هنر نقاشی دردهای ناگفته‌اش را به تصویر بکشد. او زمان وقتی کار میکردم بیشتر به خاطر سرگرمی کار میکردم. بیشتر به خاطر اینکه یک وقت خالی خود را بتونم پر کنم. ولی حالا قسمی کار میکنم که دیگه هیچ چیزی برام وجود نداره. قسمی کار میکنم که دیگه هیچ راهی برام وجود نداره. و بتونم از این طریق پیشرفت کنم. وای دانش آموز صنف 11 هم بود. و آرزو داشت که پس از پایان دوره مکتب راهی دانشگاه شود و بر رشته دلخواهش ادامه تحصیل بدهد. اما با آمدن طالبان همه آرزوهایش نابود شده است. من خودم در مکتب اول نمره بودم. کسایی هستیم که استعداد داریم، قدرت داریم، یعنی ما کسایی هستیم که میتونستیم که بر جامعه کسی شویم، ولی این وضعیت دیگه بر ما اجازه را نمیتن. از سوی هم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و همزمان با بسته شدن درب مکاتب دخترانه، بیشتر دختران به هنر نقاشی رو آوردند. خیلی تفاوت خوب، مثلا خیلی انگیزه دارم. خیلی مثلا وقتی نقاشی میکنم خیلی راحتم. خیلی خوشحالم از اینکه مثلا میام نقاشی میکنم. کلا در خانه وقتی که هستم انگیزه دارم که مثلا یک امید دارم که من در گالری نقاشی خدایدا ما میدم و یک آینده روشن خواهد میداشته باشیم. مثلا از طریق نقاشی خیلی کارا میشه. این در حالی است که بارها جامعه جهانی بسته ماندن درب مکاتب دخترانه در افغانستان را نقص حقوق بشر خوانده و خواستار بازگشایی مکاتب برای دختران شده است. طالبان اما تا کنون هیچ چراغ سبزی برای بازگشایی مکاتب برای دختران نشان ندادند.